فقر مردم گناه فرمانروایان. اونا هستند که موجب فقر مردم میشن، چون اونجوری که از ثروت و منافع دست میاد او رو برای خودشون میخوان، این موجب فقر مردم میشه. حالا مردم ایران شاید افزایش قیمت‌ها و تشدید فقر هستند، اما علی خامنه‌ای فرمان روایی که فقر تولید کرده با همان لبخندش نمیگوید فقر مردم ایران چطور باید درمان شود. بر اساس آخرین تغییرات اعلام شده از روز پنجشنبه 22 اردیبهشت قیمت 5 مواد غذایی اصلی باز هم افزایش یافته. هر کیلوگرم مرغ به 60,000 تومان، روغن مایه آفتابگردان 810 گرمی به 63 هزار تومان، تخم مرغ به 40 هزار تومان، پنیر بسته‌ای به 38 هزار تومان و شیر نایلونی به 15 هزار تومان افزایش یافته. فروشگاه جانبازان قم صف کیلومتری ماکارونی. نان هم سهمیه بندی شده و ماکارونی و آرد هم در روزهای گذشته گران‌تر شدند. طبق اعلام ها قیمت آرد فقط در طی یک هفته 13 برابر شده. آدمی که نان ندارد، شکمش گرسنه است و راهی برای اعتراض ندارد، کف خیابان می شود خانه‌اش برای طلب حداقل مطالباتش و وای به حال آن فرمان روای گناهکار. تخم مرغ پیروز خریدیم 1070، امروز خریدیم 3000 تومان، شونه 80000 تومان. آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای، چی کار دارید میکنید؟ غلغله صف مرغ امروز 22 اردیبهشت 1401. تمام ویدیوهایی که تماشا میکنید فقط برای یک روز ایران است، پنجشنبه 22 اردیبهشت. از شهرهای مانند قزوین، کرج، کرمانشاه، مشهد، ملایر، تهران، اهواز، گیلان و کردستان، مردم شهرهای مختلف ایران مجبور به ایستادن در صفهای طولانی، حتی دعوا کردن و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی برای تهیه مواد غذایی روزانهشان هستند. فروشگاه‌های مواد غذایی ایران در این روز تجربه‌ای را از سر گذراند که شاید حتی در 8 سال جنگ ایران و عراق هم مردم به چشم ندیده بودند. ابراهیم رئیسی گفته بود اگر به قدرت برسد مشکلات اقتصادی را حل می‌کند. در سازمان بودم چه در آن در قوه قضاییه، این مدیریت حلقه مفقوده کشوره. بسیاری از اقتصاددانها رو بنده میتونم به خط بکنم برای رفع مشکلات کشور و این کار خواهم کرد. رئیسی اما در دوران ریاست جمهوری یادش رفت که آن اقتصاددانهایی را که میشناسد به خط بکند برای رفع مشکل. حالا قیمت کالاها بالا و بالاتر می روند و مردمی که جانشان به لبشان آمده و صدای اعتراضشان به خیابانهای شهر کشیده شده. نیلوفر رستمی، واشنگتن.